نمونه هایی رو ذکر خواهیم کرد، قضیه خیلی باز و روشن خواهد شد. در فتح مکه سال 8 وقتی پیامبر علیه الصلاه و السلام مکه رو فتح کردن، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، چون هنوز ابو قحافه پدر ابو بکر مسلمان نشده بود، خیلی هم پیر بود، سالمند بود، نمیتونست خودش راه بیاد، رفت خونه پدرش رو برداشت بلند کرد آورد خدمت پیامبر علیه الصلاه و السلام، جلو پیامبر گذاشت علیه الصلاه و السلام که اعلان اسلام بکنه. خیلی پیر بود، سر و صورتش کاملا سفید که یک تار مو هم در سر و صورت موی سیاه در سر و صورتش نبود، که خود انس که راوی داستان هست تشبیه میکنه، میگه اصلا سر و صورت ابو قحافه مثل ثغامه بود، یه درختی است که کاملا بوته اون، میوه اون، گل اون سفیده و بالاخص وقتی خشک بشه دیگه کاملا سفید میشه. تشبیه میکنه اینگونه بود که پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام غیروهما و جنب السواد، این سر و صورتش که با این رنگ سفیدیش عوض بکنید، تغییر بدید، اما از رنگ سیاه پرهیز بکنید، رنگ سیاه خالص. مهم نکته شاهد اینه که وقتی ابوبکر رضی الله عنه پدر پیرش رو آورد جلو پیامبر گذاشت علیه الصلاه و السلام، پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام لو اقررت الشيخ في بيته لاتيناه مكرمه لابي بكر، فرمودن اگر این پیر رو، پدر پیرت رو تو خونه نگه می‌داشتید، ما یعنی پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام ما می اومدیم خدمتش به خاطر تکریم و تجلیل از ابوبکر. مگر ابوبکر با دیگرها فرق داره؟ بله فرق داره. پیامبر این تفاوت رو میخواد رعایت بکنه، میخواد تجلیل و تکریم بکنه از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، چون ابوبکر سابقه درخشان داره، اون همه خدمات، اون همه فداکاری، اخلاص، صداقت در 13 سال دوران رسالت پیامبر علیه السلام تو مکه و بعدم در خود مدینه. اگر اونو نگه می داشتید ما می اومدیم خونت پیش این پیرمرد، مکرمتن لابی بکر، جهت تکریم و تجلیل از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابوبکری که پیامبر علیه الصلاه و السلام این گونه پیرامونش میفرمایند ان الله بعثنی الیکم فقلتم کذبت، یه مسئله پیش اومد پیش میان ابوبکر و عمر رضی الله عنهما. ابوبکر معذرت خواهی کرد اما عمر نپذیرفت، شتابان ابوبکر اومد خدمت پیامبر علیه الصلاه و السلام که من معذرت خواهی کردم، اما عمر نپذیرفت. گویا عمر بازم پشیمون شد، اومد پیش پیامبر علیه الصلاه و السلام، شنیده بود که عمر ابوبکر اونجاست. مهم وقتی عمر اومد رو کرد پیامبر علیه الصلاه و السلام به عمر و اون جمعی که بودن، چون خب خود ابوبکر جزو سابقین زودتر از عمر ایمان آورده بود، بدون این که هم کمترین درنگی بکنه، وقتی شدید که پیامبر علیه الصلاه و السلام اعلان میکنه من رسول خدایم باور کرد بدون کمترین تأخیر، فرمودن خداوند مرا فرستاد به سوی شما به عنوان پیغمبر، گفتید که دروغ میگید. خیلیشون بعد مسلمون شدن، در ابتدا میگفتن نه دارید دروغ میگید، و قال ابوبکر صدق، اما ابوبکر کسی بود که در همون وهله اول اینگونه جواب دادن که راست فرمود، راست گفت پیامبر علیه الصلاه و السلام و واسانی به نفسه و ماله فهل انتم تارکو لی صاحبی، ابوبکر کسی است که با مال و جانش مرا یاری داده است، مال و جانش رو فدایم کرده است، آیا شما دست از سر دوستم بر می‌دارید؟ آیا دوستم رو به حال خودش رها میکنید؟ صاحبش و دوستش یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. خب این تکریم بود برای ابوبکر، افرادی هستن با سابقه ان، خدمتی کردن به جامعه، خب سالهای سال بعدم گذشته از خدماتشون، نبایستی ما فراموش بکنیم، ازشون احترامشون رو داشته باشیم، تجلیل بکنیم، تکریم بکنیم. بس این تجلیل کردن و تکریم کردن از یه شخصیت جزء پدیده هایی نیست که بگیم حالا امروزه جا افتاده، نه خیر، جزء فرهنگ دینی ماست. حالا گهگاهی فراموش میشه، ما تصور میکنیم که حالا این قضیه مثلا انسان ترقی کرده، با فرهنگ شده، به اصطلاح درس خونده، تحصیل کرده، دانشگاه رفته، حالا راه ها پیدا کرده که چگونه مثلا احترام دیگران رو نگه داره. نه خیر، جزء آداب دینی ماست.
اصالت فرهنگی ما رو میرسونه که ما فراموشش کردیم. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بزرگ قوم خودش بود، قبیله اوس. بعد از غزوه خندق که قبیله بنی قریظه از قبائل یهود خیانت کرده بودن، مهم نمیخوام جریان رو تعریف بکنم، نهایتاً به این نتیجه رسیدن که سعد ابن معاذ بیاد داوری بکنه بین مسلمین و بین خود بنی قریظه، یعنی یک قضاوتی رو بنی قریظه بکنه. لحظه ای که چون مریضم بود، زخمی شده بود در خود جنگ، سعد ابن معاذ سوار بر مرکبش میومد، پیامبر علیه السلام با جمعی نشسته بودن، از دور وقتی سعد رو دیدن فرمودن قومو الی سیدکم، رو کردن بلخص به انصار، فرمودن برخیزید برید به سوی سیدتون. چرا نشستی؟ آقای شماست، بزرگ شماست، بلند شید برید به استقبالش. پس این که آدم بلند بشه بره چند قدم جلو استقبال یه بزرگ بکنه، اینا دیگه جزو آداب و فرهنگ دینی ماست. قومو الی سیدکم، بلند شید برید. چرا نشستید همینطوری بیخیال؟ خب بزرگ قوم شماست، احترام داره برای خودش. همچنین حتی نحوه استقبال ببینی چه خز زیباست. نحوه استقبال آدم مثلا از یک میهمان، حالا هرچی میهمان گرانقدرتر باشه با شخصیت تر باشه، نحوه استقبالش هم فرق میکنه. حتی لباسی که میزبان بر تن میکنه، اگر من و تو میزبان یک شخصیت و میهمان والایی هستیم، نحوه استقبالمون حتی مثلا سر و وضعمون مثلا به چه صورت باشه، اینا همه جزء تجلیل و تکریم از خود میهمانه. روزی از روزها دم در مسجد یه نوع لباسی که از ابریشم بود میفروختن، البته از ابریشم بود و ابریشم هم که همون حریر باشه برای مرد حرامه. وقتی عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه این قضیه رو دیدن، به پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام که این لباس رو بخر، برای شما خیلی مناسبه، خودت رو آراسته میکنید ای رسول خدا علیه السلام در روز عید، مزین میکنید با این لباس زیبا، و هم خودت رو آراسته و مزین میکنید وقتی وفود هیئت‌های نمایندگی قبائل میان، نمایندگان قبائل میومدن اعلان اسلام میکردن، پیامبر هم علیه السلام ازشون استقبال میکرد. همونگونه که امروزه مثلا میبینید خب یه حاکم یه رهبر از سران و نمایندگان یک کشور دیگه مثلا پذیرایی میکنه. فرمودن این لباس رو بخر، خودت رو مزین و آراسته میکنی در روز عید و هنگام استقبال از نمایندگان، نمایندگان قبائل، شخصیت ها. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام این لباس مال کسایی است که در قیامت بهره ای ندارن، چون لباس ابریشمه. یعنی از یک بُعد تأیید کردن کار عمر، نگفتن که نه آدم در استقبالش که نیاز به آراستگی نداره، نفرمودن، فرمودن چون لباس ابریشمه من نمیتونم بخرم. منظور این بود. یعنی حتی نحوه استقبال، آدم یه وقتی با دوست شبانه روز رفت آمد داره، یه وقتی با لباس خوابم نشست و برخاست میکنی دوستته، ولی یک میهمان با لباس خواب بیاد ازش استقبال بکنید، از شخصیت خودت هم خرد کردید و هم بی احترامی نسبت به اون میهمانی است که با شخصیت. بزرگ سالان، سالمندان، پیران در جامعه خیلی ارزش دارن، قدر و منزلت دارن. یک مؤمن و مسلمون وقتی به سنین پیری میرسد، اون تار مویی که در سر و صورتش سفید میگردد نوری از انوار الهی است. بعد از اون اگر 60-70 سال، 80 سال از خدا عمر گرفته، مؤمن بوده، یعنی 80 سال با ایمان به خدا زندگی کرده، در این دوران 80 سالش اهل نماز بوده، اهل مسجد بوده، اهل تقوا بوده، اهل زکات و حج و صدقه و سجده و رکوع و توبه و استغفار و عبادات بوده، اینا همه چی زمینه تقرب به سوی خدا داشته. آیا شایسته نیست که ما احترام همچه شخصیتی رو بکنیم؟ یه ریش سفید، یه مو سفید، یه سالمند، یه بزرگ سال. قطعا ما احادیث فراوانی داریم، یه سری احادیثی که در ابتدا گذشت که احترام بزرگ. اما حدیث بسیار عظیمی در این زمینه هست، پیامبر می فرماین علیه السلام این من اجلال الله اکرام ذی شیبه، این من اجلال الله اکرام ذی شیبه، شیبه المسلم
و حامل القرآن الغیر الغالی فیه و الجافی عن و اکرام ذی السلطان المقصد. از اجلال، یعنی از نشانهای تعظیم خدا. یعنی یه وقتی ما میتونیم تو زندگیمونو بفهمیم که خدا رو بزرگ میداریم، خدا رو عظیم میبینیم، از کدوم کانال ها؟ یکی از راهاش اینه که وقتی آدم بیاد به یه مسلمون پیر سالمندی احترام بگذاره، یعنی خدا رو تعظیم کردید. چرا؟ گفتیم این پیرمرد سالهای سال در خدمت خدا بوده، خدا رو بندگی کرده. تو وقتی احترامش بگذارید یعنی چی؟ یعنی تعظیم خدا کردید، یعنی به خاطر خدا، به خاطر ایمانش، به خاطر اسلامش. لذا میگه زی شیبت المسلم، مسلمون اینگونه قدر. و همچنین حامل قرآن، کسی که اهل قرآنه، که درش افراد و تفرید نکنه، حافظ قرآن است، معلم قرآنه، مفسر قرآنه، اینا احترام دارن، احترامشون تعظیم خداست. اکرام و تجلیل از حاکم عادل، از رئیس و رهبر عادل تکریم کردن جزو تعظیم رب العالمینه، اینا جزو فرهنگ دینی ماست. یا مثلا به عنوان مثال روایت داریم که پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام کسی که پیش نماز میشه نسبت به کلام خدا بیشتر از بر داشته باشه، حافظ کل قرآن یا اجزای بیشتری باشه. اگر چند نفر باشن که در حفظ قرآن با هم مساوی باشن، اونی که مثلا هجرت کرده جز مهاجرینه، اگر همشون در هجرت هم مساوی باشن، اونی که سنش بیشتره، سن و سالی ازش گذشته. اینه در خود قرآن، از برداشتن قرآن در علم، در هجرت، در این امتیازات با هم مساویان، دیگه به سن نگاه بکنید که سنش بیشتره.